درود فراوان پران پور هستم برنامه دیگر از بهداشت روان در خدمت آیا تیوی هستم و خیلی خوشحالم که این شانس رو دارم با شما صحبت بکنم خیلی مواقع میشتم از خیلی خانواده خیلی افراد که واو ما چیکار بکنیم رابطمون رابطه خوبی نیست تو ازدواج کردن میخوان جدا بشن یا اینکه جدا شدن میخوان دوباره ازدواج بکنن و فکر کنم یه مقدار راجع به ازدواج و طلاق و روابط صحبت بکنم این هم هست که خیلی عزیزان به من میگن که توی این ونکوور که هیچ آدم درستابی پیدا نمیشه کسانی که حالا اگر جدا شدن یا اصلا مجرد هستن دنبال زوج میگردن و جالبه که هر کجای دنیا که میری همین من تو سویت هم قبلا زندگی میکردم همشون گفتن تو این سویت که کسی پیدا نمیشه و همه جا اینطوری هسته چرا پیدا نمیشن این افراد چه جوریه که ازدواج ها به هم میخوره چه جوری که طلاق به وجود میاد چه جوری که ما نمیتونیم زوج پیدا بکنیم من فکر میکنم برگردیم یه خود به خودمون نگاه بکنیم ببینیم چه آدمی هستیم چه به اصطلاح خصایلی رو دوست داریم تو فرد مناسبمون داشته باشیم همیشه خیلی افراد که اومدن میگن ما میخوایم جدا بشیم میگن که خب روز اول چی دیده بودین تو هم دیگه گفتن آره خوب بوده این فرد ما خانواده رو میشناختیم معمولا یکی به یکی آشنایی داده و خانواده ها رو شناختن خیلی خوب دیگه چی دیدین توی این خانم این فرد این آقا یا خانم فهمیدیم که آدم خوبیه خب خوب بودن یعنی چی چه جوری خوب بوده آیا قبل از ازدواج شما دیدین که یا این فرد مثلا روحیاش چه جوریه با غم و اندوه چه جوری دست پنجره میکنه؟ کنه اصلا مسائل مالی براش چی هستش تصمیم گیریش چه جوری هستش یا اینکه نه فقط دیدین که خانوادش خوبه و حالا شرایط مالی شاید بوده شاید نبوده نمیدونم واسه خانم ها شاید اصلا یه جور دیگه دیده میشه که فرد کجا زندگی میکنه اگه کانادا زندگی میکنه از ایران میخواد بیاد کانادا یا اینکه از ایران میخواد بیاد هر کجای دنیا فرد یه جای زندگی میکنه اینا همه تاثیرگذار رو اینکه ما چجوری خودمون رو توی شرایطی میندازیم یه خورده بیشتر نگاه بکنیم برای رابطه سالم پیدا کردن بیایم از این کلیشه ها بیرون واقعا که خونه داره طرف کار مناسب داره کار نمیدونم پردرآمد داره آخه چه جوری امکان داره که همه آدمای دنیا هم کار پردرآمد داشته باشن هم آدم خوب باشن همین که ماشین و نمیدونم چی چی داشته باشن هم که صد تا پنجاه تا نمیدونم 200 تا سکه طلا به مهر شما بکنن یه خورده دیگه داریم تو ماچ میریم هم از خانما گرفته هم از آقایون این گله رو دارم میخوام بگم که خودتون رو وارد شرایطی میکنین که نمیدونین چی هستش و شاید اصلا این به خاطر این هستش که خداگاهی ندارین زیاد یا خودشناسی ندارین یا به حرف مردم را می‌دین فقط نگاه میکنین دیگران چی گفتن آخه این که نمیشه که ازدواج کردن یا رابطه سالم پیدا کردن خیلی چیزا میخواد کار میخواد رو خودمون و افرادی که از یه ازدواج میان بیرون طلاق میگیرن با چه شرایطی حالا یک بچه هاشون رو فراموش میکنن معمولا اگر همسر رو طلاق میدن انگار که بچه ها رو هم طلاق میدن و بعد میرن به طرف این که خب بذار روی اون طرف رو کم بکنم برم ببین حالا یه زن دیگه میگیرم یه همسر ما... یه, ازدواج دیگه میکنم و از یه رابطه به رابطه دیگه پریدن و هیچ وقت نداشتن و اینها خب کار نمیکنه کار نمیکنه برای همینه میگیم هیچ کس مناسب پیدا نمیشه چرا چون خودمون مشکل داریم یه خود بیشتر نگاه بکنیم ببینیم که واقعا اگر یه سوزن به خودمون بزنیم یا جوالدوز به دیگری شاید بد نباشه ازدواج کار آسونی نیست ولی میتونه آسون باشه اگر اینکه تصمیم بگیریم که یه خورده بیشتر بریم به طرف اینکه روی فرد فردی نگاه بکنیم که خصایل انسانی داره به جای تمام کلیشه ها و زواهر و اینها انسان خوشرو مهربون میخواد زندگی بکنه میخواد زندگی بسازه و خودمون هم همراهی بکنیم نمیشه اینطوری متاسفانه توی دورانی زندگی میکنیم تعداد طلاق ها فکر میکنم و تعداد ازدواج بیشتر باشه و هیچ وقت مثل الان یا این شاید این ده بیس سال اخیر تعداد طلاق ها اینقدر بالا نبوده چرا طلاق میگیریم چرا طلاق به وجود میاد برای اینکه افراد انگار که نمیخوان دیگه با هم بسازن انگار که یاد گرفتیم اگر این پیرنمون کثیف میشه بندازیمش دور یکی دیگه برداریم خب نمیشه ازدواج اینجوری نیست رابطه ساختن اینطوری کار نمیکنه که اینو در بیاریم یک پیرن دیگه بپوشیم یه خورده تلاش کردن یه خورده زحمت کشیدن از خانوما گرفته تا آقایون دو تا جنسیت رو من دارم در موردشون صحبت میکنم یه ذره بیشتر باید کار کرد یه ذره به خودمون بیشتر زحمت بدیم بخوایم که بسازیم اگر وارد رابطه میشیم بخوایم بسازیم طلاق گرفتن آسونه ولی ساختن یه زندگی قشنگتره اگر بخوایم این کارو رو بکنیم میتونیم این کار بکنیم باید یه مقدار خودشناسی بیشتر داشته باشیم یه ذره اعتماد به نفسمون بالاتر باشه یه ذره از این حساسیت که ای وای به من گفت بالا چشت ابرو به هم برخورد آی راجع مامانم حرف زد ناراحت شدم راجع به نمیدونم خانواده اینطوری گفت اونجوری شد دست برداریم واقعا کار نمیکنه و نگاه بکنیم متاسفانه من بچه هایی رو که میبینم کودکانی رو که میبینم توی خانواده چقدر آسیب میبینم و چقدر من ناراحت میشم این کودکان چه گناهی کردن بچه هایی رو که به دنیا میاریم و بعد چون که ازدواجمون داره به هم میخوره یا نمیتونیم رابطه رو بسازیم نمیتون... نمیخوایم به خودمون خودمون زحمت بدیم کودکان رو میکشیم وسط تو برو به مامانت اینو بگو تو برو به بابات اونو بگو بچه ها پیامبر میشن اینجا برن و بیان و چی مشکل داریم اینا مشکل هستش ولی میتونیم بسازیم نمیخوایم حرف از مشکل بزنیم حرف از این بزنیم که شناسایی کنیم چی کار داریم میکنیم و نگاه کنیم ببینیم چجوری میتونیم این مسائل رو برعکسش کنیم همه ازدواج ها رو میشه نجات داد میشه ساخت اگر هر یک نفر صد درصد بیاد جلو پنجاه درصد هم نه باید بخوایم بسازیم باید بتونیم به تفاوت‌ها احترام بذاریم. کدوم دو نفری عین هم هستن؟ اینو به من بگین. کدوم دو نفری تو این دنیای هفت بیلیونی یا هر چی عین هم پیدا میشن کدوم دو نفر درک و فهم مشترک وجود داره نه وجود نداره تفاوت ها وجود داره و زیاد هم هست کدوم دو خانواده شبیه همن کدوم دو خواهر و برادری یک خواهر و برادری توی خانواده شبیه همن نیستن برای اینکه شرایط رشدیمون متفاوته برای اینکه متفاوت به دنیا نگاه میکنیم ولی میتونیم احترام بذاریم به تفاوت ها میتونیم بخوایم یه فصل مشترک با یک نفر بسازیم پس ازدواج و طلاق رو یه خورده بیشتر روش نگاه بکنیم اگر میخوایم ازدواج کنیم یه ذره بیشتر نگاه بکنیم ببینیم کیو در نظر داریم، چه شرایطی هستش، چه جوری میتونیم با همدیگه فصل مشترک داشته باشیم آیا قبول میکنیم گذشته این فرد چی بوده و الان میخواد بیاد وارد این رابطه بشه اگه نه خب یه خوره تعمل کنیم چه علائمی میبینیم روزای اول فرد عصبانی میشه، داد و بیداد میکنه، از خانوادهش بد میگه، از همه متنفره یا اینکه نه با آرامش صحبت میکنه با دیگران مهربونه از گذشتهش به خوبی یاد میکنه حتی اگر گذشته سختی داشته خب اینا مشخص, کننده شخصیت یک فرد هستش حالا از اون طرف میخوایم جدا بشیم نگاه کنیم ببینیم بر سر چی اختلاف داریم چرا به اینجا رسیده چقدر میتونیم فداکاری بکنیم از خود گذشتگی بکنیم از منم منم ها بیایم پایین همش که من نمیشه که چقدر به خودمون حق میدیم آیا حق داشتن مهم تره یا یه زندگی رو ساختن و بعد از این جدایی میخوایم به کجا بریم میخوایم بریم دوباره یه رابطه دیگری با همین شرایط بسازیم مسلم بدونین که وقتی که فرد بعد از یک جدایی خودشناسی نمیکنه و مسئولیت پذیری نداره دوباره یه رابطه میشه که به همون صورت هستش چون اینا مسائلی است که شخصیتی است است که خورد فرد رفته در نتیجه یه خورده به رابطه هامون بیشتر اهمیت بدیم یه ذره از گله گذاری منفی بودن نمیدونم اینها دست برداریم ونکوور که هیچی همه جای دنیا این همه همیشه آدمای خوب و بد وجود دارن خوب آدم های بد وجود ندارن من میخوام بگم همه آدم ها خوبن رفتار هامون میتونه بد باشه نگاه بکنیم ببینیم کیا رفتارشون چگونه هستش ولی آدم های خوب زیاد داریم اگر بخوایم اونها رو بشناسیم اگه بخوایم یه ذره از این خودخواهی هامون منم منم هامون از این بالا بودن هامون که کی لیاقت منو داره کی لیاقت منو نداره دست برداریم همه لیاقت همدیگر رو دارن اگر بخوایم خانواده های به خصوص هستن که همیشه هم واسه بچه هاشون واسه فرزندان جوانشون این سختگیر رو میکنن فلانی لیاقتی تو رو نداره فلان تو باید میدونم پسر پادشاه گیرت بیاد تو باید دختر پادشاه گیرد بیاد تموم شد اون زمان ها گذشت اینا مال افسانه ها بود الان تو واقعیت هایی داریم زندگی میکنیم که خیلی متفاوت هستش با افسانه هایی که باشون بزرگ شدیم خب بهتره که پامون رو روی زمین بذاریم یه خوره دور اطرافمون رو نگاه بکنیم و بخوایم که رابطه رو ترمیم می کنیم همیشه همیشه امکان ترمیم وجود داره اگر بخوایم، اگر زحمت بکشیم اگر به خودمون این فرصت رو بدیم و به دیگری که همسرمون باشه فرزندانمون باشن دوستمون باشه حتی این موقع ما با دوستامون اختلاف پیدا میکنیم ببینیم اونها از کدوم نقطه نظر نگاه میکنن پس همه جا همه آدمای خوب هستن اگر شما بخواید ببینیدشون اوکی موفق باشید